سلام و برعکس خفن دنیای وارکرافت. امروز تو این ویدیو میخوایم بریم ببینیم که چه کلاس هایی توی سیزن بعدی دراگون فلایت باف میشه و ما بهتره که از همین الان اونا رو بسازیم و آماده کنیم. بچه‌هایی که بوست انجام میدید حتما این ویدیو رو با من همراه باشید. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. Nice. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the Oh my god. What a stunner. خب بچه‌ها قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو ازتون خواهش می‌کنم که جوین کانال دیسکورد من بشید. لینک دیسکورد توی دیسکریپشن هست. جوین کانال دیسکورد که شوید از این قسمت که نوشته بوستر ساین اپ بیاید تو این چنل، لینک ریدر آیو خودتون اونجا بذارید تا من بهتون رنگ بوستری بدم و توی کانال رنگ بوستر بگیرید. یه کانال دیگه هم اضافه شده توی دیسکورد واسه بچه‌هایی که بوستر هستن، کانال تیم بوست، که از اینجا شما میتونید بیاید بچه‌ها لینک ریدر آیوتون رو بذارید. اگه دنبال تیم میگردید اینجا درخواست بدید، یا اگه تیمی هستید دنبال ممبر میگردید اینجا درخواست بدید، همدیگر رو پیدا کنید، از همین الان تیم بوست تشکیل بدید واسه سیزن بعد. یه کانال دیگه هم بچه‌ها اضافه شده توی دیسکورد، کانال ماتیک پلاس چت، که میتونید بیاید اینجا چت کنید در مورد دانجر و ماتیک پلاس. یه کانال دیگه هم کانال کلید قرار اضافه کنیم، کانال کی پوش، که هر کسی هر کلیدی داره واسه پوش کردن یا واسه بوست یا هر کلیدی نیاز داره اونجا بیاد لیست کنه و با هم دیگه کلید رد و بدل کنید. پس حتما بچه‌ها جوین کانال دیسکورد بشید، از این تکست چنل‌های جدیدی که توی دیسکورد گذاشتم استفاده کنید. پشمام، این همه گلد از کجا آوردی؟ خب معلومه 14K سابسکرایبش کردم. من تصمیم گرفتم سری مجموعه ویدیو واسه بچه‌هایی که بوستر هستن از این به بعد بذارم و سعی می‌کنم سه شنبه‌ها ویدیو رو آپلود کنم با موضوع اخبار بوستری و همچین چیزی و توش سعی می‌کنم حالا نرف‌ها یا باف‌هایی که رو کلاس‌ها اتفاق می‌افته و کلاً اتفاقاتی که به بچه‌هایی که بوست می‌کنن مربوط می‌شه رو توش به بچه‌ها توضیح بدم و ویدیو بذارم واسه بوسترها و اینکه این مجموعه چقدر طول بکشه، چقدر چند قسمت ازش ویدیو بذاریم و چطوری باشه، برمیگرده به شما اینکه چقدر حمایت کنید. اگه ویدیو خوب بازخورد بگیره خب این مجموعه رو ما ادامه میدیم و هر هفته سه‌شنبه یه ویدیو واسه بوسترها میذاریم که توش حالا چیزا نکات مهم و نکات خوبی که به دردتون میخوره واسه بوستر شدن یا اینکه بوستر هستید رو توش بهتون بگیم. پس حتما بچه تو کامنت ها حمایت خودتون رو نشون بدید و بریم واسه ویدیو. آقا چه کلاس هایی سیزن بعدی قرار بهتر شه، چه کلاس هایی رو ما بسازیم به نفعمون از همین الان. بچه اول از همین باید بهتون بگم که اصلا هیچ وقت نمیشه مشخص گفتش که آقا سیزن بعدی 100% این کلاس خیلی قوی میشه، چون که سیزن باید بیاد یک هفته دو هفته ازش بگذره. بعد از هفته اول یه سری هات فیکس میده بلیزارد، بعد هفته دوم یه سری هات فیکس میده بلیزارد، یه سری لول رو نرف میکنه، یه سری لول رو باف میکنه، بعد تازه بعد از هفته دوم 100% مشخص میشه که چه کلاس هایی قراره باف بشه. ولی ما از الان میخوایم یه سری چیزا رو حدس بزنیم دیگه. حدس زدن اشکال نداره، بر اساس اطلاعاتی که داریم از پی تی آر استری چیزا رو میتونیم حدس بزنیم و این حدسیات حالا شاید درست باشه شاید هم غلط باشه، ولی خب به کار میاد قطعا. خب بچه اول از همه میریم تو سایت ریدر آیو کلاس هایی که همین الان باف هستن رو با هم میبینیم. خب بچه تانک که داریم میبینیم همه فقط پالادینه، هیلر، شامن، ایووکر، پالادین، ایووکر، دروید، درویده، دی پی اس هم بچه همونطور که میبینید دروید، شامن، روگ، دروید، روگ، شامنه و اینا 6 تا پلیر برتر هر رول رو دیدیم بچه، چیزایی که همین الان هست. بچه من از خیلی از بوسترها سوال پرسیدم در مورد اینکه نظر اونا چیه در مورد تانک یا هیلر یا حالا دی پی اس که سیزن بعدی قرار باف شه. خب خیلی هاشون هم سیزن بعدی یعنی پی تی آر رو بازی کرده بودن، ولی خب هر کسی یه نظر جداگونه ای داشت واسه خودش طبق حالا اطلاعاتی که جمع کرده بود و هیچ چیزی 100% نبود. و یه چیزی که خیلی بچه‌ها تکرار می‌کردن واسه تانک اکثرا میگفتن پالادین، یعنی همین تانکی که
همین الانش هم بافست. بچه ها میگفتن که ما سیزن بعدی یعنی پیتیار هم رفتیم بازی کردیم، پالادین اونورم باف بود. پس به نظر منم چون خیلی واسه من تکرار کردم و گفتم پالادین، منم پالادین رو بهتون معرفی میکنم. واسه هیلر شامن رستو رو خیلی تکرار میکردن دوستان و میگفتن ما تو پیتیار شامن رستو بازی کردیم جواب بود. همین الانش هم بچه ها شامن رستو مثل این که خوب شده. پس شامن رستو و تانک پالادین به نظر کلاس های خوبی میان که من بیشتر از بچه ها شنیدم. بچه قطعا این کلاس هایی که ما داریم میگیم شاید 100% درست نباشه، ولی من از خیلی ها این پالادین تانک و شامن رستو رو شنیدم. توی هیلر ها بچه ها پیریست هم خیلی ها اشاره میکردن بهش، میگفتن که پیریست هم سیزن بعدی احتمالاً خوب میشه. تو رو جد آرتاس، ویدیو رو لایکش کن. بچه ها لازمه که من به یه ویدیو اشاره کنم، ویدیوی کانال مرسیلینز آنلاین، کانال خیلی معروفه در مورد کلاس ها و دانجن میتیک پلاس خیلی ویدیو میذاره. یه ویدیو گذاشته بچه کامل همه دی پی اس هایی که هست و تحلیل کرده. اما آخر ویدیوش اگه بریم بچه ها، حالا توی این لیستی که دسته بندی کرده همونطور که میبینید بچه ها، بهترین دی پی اس هایی که اینجا واسه ما گذاشته پالادین و وارلاک، بعد از اینا یعنی بعد از پالادین و وارلاک بهترین دی پی اس های سیزن 2 اینجا به حساب میاد. میریم دی پی اس های دیگه که تو همین رنگ قرار میگیره بچه ها، دیمن هانتر، ایووکر، هانتر مونک، پریست، روگ شامن وارلاک. بچه ها پس اینایی که توی این تصویر دارید میبینید به نظر منم دی پی اس های خوبی هستن توی سیزن بعدی. خب البته میتونید این ویدیو رو هم ببینید، لینکش رو توی دیسکریپشن میذارم. نیم ساعت ویدیو بچه ها، همه کلاس ها رو یکی یکی گفتن که چرا خوبه یا بده، یعنی دلایلش رو توی سیزن بعدی رفتن تست کردن و گفتن. به نظر من این لیستی که اینجا هست لیستیه که تقریبا 70-80% درسته. بچه به نظر منم این آمار منطقی هست، یعنی بهترین دی پی اس ها شاید پالادین و وارلاک باشه، بهترین هیلر احتمالاً شامن و پریست. در مورد تانک ولی بچه اطلاعات خیلی زیادی ندارم، یعنی بیشترین چیزی که من تکرار شد واسم و شنیدم پالادین بود. در مورد پالادین خیلی خوب صحبت می‌کردم. شما حتما بچه‌ها اگه نظری دارید توی بخش کامنت ها واسم بنویسید به نظر شما چه کلاس هایی توی سیزن بعدی باف میشن. و منتظر قسمت بعدی برنامه اخبار بوستری باشید که سه‌شنبه هفته بعد آپلود میشه، در مورد افلیکس های جدید احتمالاً ویدیو میذارم. پس حتما این ویدیو رو بچه‌ها حمایت کنید. قراره که هر هفته ویدیو واسه بوسترها بذاریم، احتمالاً توی اپیزودهای بعدی با بوسترهای مختلف بیایم صحبت کنیم در مورد شرایط بوست، در مورد شرایط مختلف و چیزهای مختلفی که میتونه به درد شما بخوره. حتما واسه حمایت کردن از من این ویدیو رو لایک کنید، کانال سابسکرایب کنید و هر نظری که داشتید همین پایین تو بخش کامنت ها بنویسید. تا ویدیوی بعدی فعلا خدا نگهدار.